دیدیم که خیام عاشق زندگی در دنیا در زمان هست. جی هم زندگیست هم زمان، زندگی در زمان و شادی، این سه تا به هم پیوند دارد. و با این عروسگیتی خیام میخواهد پیوند عاشقانه داشته باشد و همسر او بشه. این است که میپرسد ای عروس گیتی، کابین تو چیست؟ کابین برای ما معنای تنگی پیدا کرده است، به مهریه که به زن داده می شود یا امثال اینها، این را کابین می گویند. و بدین ترتیب معنای اصلیش پوشیده می شود. حالا می خواهیم ببینیم معنای اصلی این واژه چیست، برای خاطر اینکه اهمیت دارد. کابین تو چیست؟ این به عروس دهر می گوید. در برهان قاطع دیده می شود که کابینه به معنای چشم است و در کردی همین واژه به معنای منظره است. حالا این واژه کابین مرکب از چیست؟ این که ون است، که ونا یا که ون که شده از کابین. که در سانسکریت به معنای شادی و مسرت و خوشبختی است، پیشوند که. ون که بعدش بین شده است به معنای، در ابسطا به معنای دیدن است. ونا چیزی که دیدنی است، اون چه دیدنی است، اون چه پیداست، منظره است. خوب در این واژه آشکار می شود که این هم معنای کابینه در کردی هم در پارسی که چشم باشد نزدیک به واقعیت است، یعنی نزدیک به این معناست. این واژه در کردی امروز تبدیل به بینه شده است که به معنای نقش و عکس است. بینگر یعنی نقاش، یعنی عکاس. پس کابین چه معنای دارد؟ به معنای شادی و مسرت در دیدن آنچه دیدنی است. البته این که معنای نور و خورشید را هم دارد در سانسکریت و اسم نام برهما هم هست، چون که برهما نور است و شادی است، این همین خرم ما. پس بنابراین کابین به معنای نور بینش هم باشد که اینها معنیش یعنی نگاه. باید دانست که نگاه چشم، این رو یک بار مفصلا صحبت خواهیم کرد، نگاه چشم خرم است. نگاه چشم شما و من و دیگری خرم است. لهره، زن خدای زیبایی و عشق و شادی. نگاه چشم که خرم باشد، دنبال دیدن و یافتن و جستن و کشف زیبایی ها در پدیده های جهان است. این نگاه چشم یکی از نامهاش بهور است. به نام دیگر خرم است، به و بهی، بهور. این نگاه چشم بهور است. نگاه چشم چیست؟ ما نگاه با چه نگاهی نگاه چشم ما نگاه میکند؟ با خرم، زهره، ویدخت،
به بهی. این است که نگاه چشم هر انسانی در این فرهنگ دنبال دیدن و جستن و یافتن و کشف کردن و بیرون آوردن زیبایی و شادی و مهر است. در پدیده های جهان، در پدیده های جهان دنبال زایاندن و دیدن مهر و زیبایی و شادی است. از این رو زهره را همیشه با یک آینه نشان میدهند. البته آینه در اصلش آدینه، آدینک بوده است. دین، آ فاصله بگذارید، دین. میبینید روزهای آدینه هم همیشه برابر با زهره است. وقتی دین درست همین خرم است. دین هر انسانی خرم است، شادی است، مهر است. پدیده های جهان مقصود از اینی که این زهره خرم آینه در دست میگیرد این است که با در این آینه، یعنی در پدیده های جهان چی رو میبیند؟ دنبال کشف زیبایی خودش هست که در همه چیزها نهفته است. دنبال مهر، دنبال شادی هست که در همه چیزها نهفته است. او میخواهد زیبایی خودش را که در دل و در درون همه چیزهاست ببیند. یک کمی این است که این شادی ایجاد میشود. کابین، این شادی که ایجاد شد، انسان لبریز می شود وقتی شادی را می بیند. خیام از این عروسی که عاشق او شده است می پرسد کابین تو چیست؟ این شادی و خرمی که در خیام از دیدن زیبایی این عروس دارد او را سرمست و لبریز می کند. کیست که از دیدن زیبایی لبریز از سرمستی نشود؟ اصلا واژه مده که مستی باشد معنای سرشاری و پری از شادی دارد. میپرسد کابین تو چیست؟ یعنی این شادی و خرمی که در خیام در دیدن زیبایی این عروس دارد او را بدان میخواند که یک دهشی بدهد، او هم یک هدیهی بدهد. این را کابین می گفتن. دهش در برابر زیبایی هایی که انسان در گیتی می بیند، در پدیده های گیتی می بیند. این زیبایی را کشف می کند، بیرون می آورد. در شاهنامه همین اندیشه در یکی از داستان های سام و زال و سیندخت بازتاب شده است. سام وقتی که موقع عروسی زال با رودابه می شود، سیندخت که نزد اوست، سام به او می گوید بخندید و سیندخت را سام گفت. سیندخت یعنی دختره سیمرغ. بخندید و سیندخت را سام گفت که رودابه را چند خواهی نهفت. رودابه هم معنیش دختر سیمرغ است. رود یعنی فرزند. آبه، آوه اسم یکی از اسمهای سیمرغ بوده است. مهراب، سهراب، سودابه. بخندید و سیندخت را سام گفت که رودابه را چند خواهی نهفت. بدو گفت سیندخت هدیه کجاست؟ اگر دیدن آفتاب هواست. درست دیدیم که همین واژه که معنای آفتاب هم دارد.
چنین داد پاسخ به سیندخت سام که از من بخواه اون چه داری تو کام، هر چی کامی داری از من بخواه که من هدیه بدم به تو. اون وقت با سام و سیندخت میروند به خانه‌ای که رودابه هست. برفتند زی، یعنی به سوی زی خانه زرنگار، کجا اندرون بود خرم بهار. خوب دیده می شود رودابه خرم بهار است، بهار خرم است. بهار در اصلش ونگره، ونقره بوده است، یعنی نای به، که درست همین خرم است. کجا اندرون بود خرم بهار. نگه کرد سام اندرون ماه روی، یکا یک شگفتی بماند اندرون. وقتی که او را دید از زیباییش شگفت به شگفتی آمد. ندانست کش چون ستایت همی، بر او چشم را چون گشایت همی. نمیدونست که چه گوره چشمش را باید به این زیبایی باز کند. خوب دیده می شود که رودابه که همون خرم است، خون بر خرم بهار نامیده می شود. پس خیام می خواهد با عروس گیتی، با دنیای زیبا که خرم هست، هماغوش بشود تا با هم شادی را در جهان بیافرینند. و دهر یا گیتی که خرم باشد، که جلوتر مفصلتر از آن سخن گفتیم، میگوید دهر به او چی میگوید؟ خرم گیتی به او میگوید من ها چیچ از تو نمیخواهم، نه قدرت میخواهم، نه ملک میخواهم، نه اطاعت و فرمانبری میخواهم، نه تسلیم و عبودیت میخواهم. این خدای ایران است، میگوید من اینها رو نمیخوام، من فقط دل شاد تو را میخواهم، دل خرم تو را میخواهم. خوب نگاه کنید، خدا، خدای ایران، اطاعت و فرمانبری و تسلیم و عبودیت نمیخواد، بلکه در هر چیزی دل شاد انسان رو میخواد. در گیتی، در همه گیتی، در طبیعت هست. اون چه انسان با گیتی و دنیا خوانده می شود، اون چه عروسی انسان با گیتی با دنیا خوانده می شود، اون چیزی است که در اصطلاح سکولاریسم نامیده می شود امروز. البته اون روان و منش و اون معنایی که این عروسی انسان با داشته است، در این مفهوم سکولاریسم به کلی خشک و خشکیده و افسرده و کاملا انتزاعی می شود، در صورتی که اونجا یک اصطلاح فوق العاده زنده و سرشار از نیرو هست. و ما فراموش کردیم که فرهنگ ایران هزارها بر این بنیاد و سراندیشه بنا شده بوده است، و بدین علت فردوسی در سرآغاز داستان سیاوش، علت دارد، سیاوش فوق‌العاده مهم است. سیاوش بعد سپس صحبت خواهیم کرد، یکی از پیکریابی‌های سیمرغ در ایران شمرده می‌شد. فردوسی در سرآغاز داستان سیاوش این رسالت خود را برای نو کردن روزگار کهن بیان می‌کند. ارزش شاهنامه برای این نیست که ما مشغول یافتن تصحیحات و ملحقات و امثال اینها بشویم و در آن فقط افسانه ها را پیدا کنیم،
بلکه ارزش شاهنامه به چیز به رنسانس، به رنسانس، به نوزایی ایران است. ما در شاهنامه باید راه نوزایی ایران رو پیدا کنیم. این چیزی است که فردوسی از شاهنامه میخواست است. بدین علت شاه فردوسی در داستان سیاوش که سیاوش سیمرغی است که همیشه از خاکسترش برمیخیزد، برای این خاطر سیاوش خیلی اهمیت داشته. شاهنامه نمیخواد تاریخ گذشته رو بیان کند یا افسانه های گذشته رو بکنه، بلکه مقصود و غایت او در گفتن شاهنامه رنسانس، بازایی و نوزایی فرهنگی و سیاسی و اجتماعی ایران است. از این روز که در این آغاز داستان سیاوش میگوید کهن گشته این داستان ها، کهن گشته این داستان ها زمان کنون نو کند روزگار کهن. این خیلی مهم است. این رسالت شاهنامه و فردوسی همین است، زمان کنون نو کند روزگار کهن. وقتی که شاهنامه ای که ما میخوانیم و تفسیر میکنیم بیان میکنیم اگر نتواند این روزگار کهن را نو بکند، یک پشیز ارزش ندارد. فقط حاشیه روی و فر تاختن و در بیابان واژه ها و اصطلاحات فرو رفتن و گم شدن در جزئیات است. اون وقت نکته مهمتری میگوید، میگوید اگر زندگانی بود دیر باز، بدین دین خرم بمانم دراز. اگر زندگانی بود دیر باز، بدین دین خرم بمانم دراز. فردوسی اول کتاب نمیتوانست این رو بگوید. امروز هم ما مجبوریم هم به خواه نخواه بسم الله الرحمن الرحیم بیاوریم، ولی به موقع و به هنگام میدانست در کجا این حرف رو باید بزن. در داستان سیاوش، در داستان سیمرغ. اگر زندگانی بود دیر باز، بدین دین خرم بمانم دراز. که یک میوه‌داری بماند ز من، یعنی درختی. چه این درخت چه ویژگی دارد؟ که بارد همی بار او بر چمن. چمن اساسا معنیش مرغ است، یعنی چیزی که همیشه از نو فرشکرد پیدا می کند، همیشه از نو تازه و سرسبز می شود. دوستان، من یکی از کتاب‌های خودم را معرفی می کنم که به شناخت فرهنگ ایران یاری می دهد. این نام این کتاب انسان اندازه حکومت هست. در فرهنگ ایران انسان اندازه حکومت هست.